ادامه کتاب رفیق زندگی و مرگ ارنستو چگوارا کار چندان آسانی نبود آنها برای بازداشتن چه از به مخاطر افکندن جانش در آرژانتین باید عملیات جایگزینی را که هم امکان پذیر می بود و هم فاصله زیادی با زادگاه چه نمی داشت ارائه می کردند. اولین گزینه ونزوئلا بود کارلوس فرانکی مدعی است که فیدل کاسترو از روابط حسنه خیش با چریک های ونزوئلایی استفاده کرد تا نظر مساعد آنها را برای ملحق شدن چه به جنبش چریکی در ونزوئلا جلب کند اما چریک های ونزوئلایی این پیشنهاد را رد کردند تئودور پتکوف رهبر چریک های ونزو الهی که مدتی زندان بود و حالا وزیر کشور ونزو اله است روایت فوق را تایید می کند. خرمان لرت نماینده سابق فورزاس آرماداس دو لیبراسیون ناسیونال در هاوانا به سابقه امر اشاره می کند. کوبایی ها از سال 1964 در تلاش بودند تا چرا درگیر جنبش چریکی ونزوئلا کنند. اما جنبش چریکی ونزوئلا رو به فروپاشی گذاشته بود. تفرقه های درونی، ضد حمله نیروهای حکومتی و اوضاع خاص بین المللی مجموعا شرایطی را به وجود آورده بود که ونزوئلا را از نظر چه تبدیل به یک گزینه نامناسب برای جنگ چریکی کرده بود. وانگهی خود ونزوئلایی ها مخالف حضور چگوارا در نبرد چریکیشان بودند. زیرا بنا به گفته تئودور پتکوف حضور چه در ونزوئلا موجب تایید این اتهام حکومت ونزوئلا میشد که چریک ها آلت فعل خارجی ها هستند فیدل کاسترو در اوایل سال 1967 زمانی که چه در بولیوی بود و کارزار چریکی ونزوئلا نیز نفسهای آخر خود را می کشید حمله بسیار تندی به رهبران این جنبش کرده و آنها را متهم کرد که به نبرد خیانت کرده اند. به این ترتیب ونزوئلا گزینه مناسبی برای عملیات چریکی آتی چگوارا نبود. گزینه احتمالی دیگر پرو بود. کارزارهای چریکی لویز دلا پوئنته و اوگو بلانکو در سال 1963 امیدهایی را به وجود آورده بود اما جنبش شبه تروتسکیستی بلانکو در پی دستگیر شدن بلانکو در 29 می 1963 به سراشیبی سقوط افتاد. چند هفته بعد اعضای یک گروه انقلابی دیگر که رهبری آن را خاویر اروت شاعر جوان پرویی بر عهده داشت از طریق بولیوی قدم به خاک پرو گذاشتند اما بلافاصله قتل عام شدند جنبش چریکی دلا نیست که از سبک چریکی خاص کاسترو یعنی فوکو دنبال روی میکرد، کرد به رغم دستیابیش به پاره موفقیت ها در جوان 1965 نهایتا در فاصله سپتامبر 1965 تا اوایل سال 1966 در پی کشته شدن رهبرش در جریان نبرد متلاشی و نابود شد یک تلاش نهایی هم در یک جبهه تازه به رهبری اکتور بخار صورت گرفت که در دسامبر 1965 شکست خورد وانگهی حزب کمونیست پرو به نحو منظم و برنامه ریزی شده ای علیه همه این تلاش های انقلابی و چریکی مخالفت کرده بودند. استدلال حزب این بود که شرایط برای به ثمر رسیدن چنین اقداماتی آماده نیست و نبرد مسلحانه بهترین راه به شمار نمی رود. کوبایی ها به رغم مقاصد اصلیشان پرویی ها را از تصمیم حکومت خیش برای آغاز نبرد ابتدا در بولیوی و سپس در پرو مطلع ساختند. شرایط مذکور نامناسب بود کوبایی ها از پرویی ها دعوت کردند که ضمن فرستادن افرادی به بولیوی برای برپایی یک هسته اولیه ی چریکی فوکو در این کشور و سپس تسری دادن آن به پرو به فعالیت مشترک با آنها ادامه دهند به این ترتیب کشورهای کمی باقی مانده بودند که میشد در آنها عملیات چریکی به راه انداخت ادابت سنتی بین فیدلیست ها و کمونیست ها در کشورهای آمریکای لاتین مسئله ساز بود هم در میدان عمل و هم در زمینه جلب نظر مساعد چه بدتر از همه این بود که کل عملیات باید به مسابه یک عملیات موقتی به چگوارا ارائه میشد. شد صرفا به مسابه ی توقفگاهی بر سر راه او به سرزمین زادگاهش این قضیه منجر شد به ایده ایجاد یک نیروی چریکی مادر که بتواند شاخه های جانبی متعددی را و البته عمدتا در آرژانتین برویاند این دلایل و منابع قابل دسترس برای کوبایی ها در بولیوی این کشور را مبدل به بهترین گزینه کرد حالا تنها قانع کردن بولیویایی ها و شخص چگوارا باقی مانده بود بولیوی برای راه اندازی یک فوکو هسته چریکی چند امتیاز داشت. در داخل حزب کمونیست بولیوی دست به نف هسته ای از کادرهای مرتبط با کوبا وجود داشت علاوه بر این یک گروه کوچک از دانشجویان بولیویایی نیست از سال 1965 در کوبا آموزش نظامی و چریکی دیده بودند برخی از این افراد بعدها همراه چه در بولیوی کشته شدند و برخی دیگر از آنها در حین شکلگیری گیری هماسه بولیویایی چه در کوبا باقی ماندند از نظر ماریو مونخه دبیر کل سابق حزب کمونیست بولیوی رابطه عجیبی میان این حزب و هاوانا از سال 1962 به بعد شکل گرفته بود کمونیست های پرویی در سال 1962 گروهی از دانشجویان را برای بازدید از کوبا روانه این کشور کرده بودند این دانشجویان بدون کسب رضایت حزب کمونیست پرو یا حتی بدون در جریان گذاشتن حزب در کوبا آموزش نظامی و چریکی دیده بودند این دانشجویان پرویی به محض آماده شدن برای نبرد مخفیانه از طریق بولیوی آزم کشور خود شدند اما آنها در بولیوی دچار مشکل شدند کوبایی ها از مونخه دبیر کل حزب کمونیست بولیوی درخواست کردند که به این دانشجویان پرویی کمک کند اما مونخه جواب داد که پرویی ها باید ابتدا از حزب کمونیست پرو درخواست کمک کنند کوبایی ها تکرار کردند حزب کمونیست پرو این افراد را به کوبا فرستاده اما حالا حاضر نیست مسئولیت آنها را به عهده بگیرد قضیه بیخ پیدا کرد مونخه به هاوانا سفر کرد و ملاقات های متعددی با مانوئل پینیرو و نهایتا فیدل کاسترو انجام داد. نهایتا فیدل کاسترو حزب کمونیست بولیوی احساس می کرد که اگر کاری به دور از چشم حزب کمونیست پرو انجام دهد و به گروهی از کمونیست های پرویی که بدون کسب رضایت حزب مطبوعشان در کوبا آموزش چریکی دیده اند کمک کند این امر به معنای نقض تمامی قواعد حاکم بر احزاب خواهر خواهد بود فیدل هر کاری از دستش برمی آمد انجام داد تا مونخه را متقاعد سازد. ببین ما تجربیات خاص خودمان را داشته ایم. ما نباید مانع از این شویم که این جوانان تجربیات خاص خودشان را داشته باشند. اگر من از تو می خواهم که به این پسرها کمک کنی که از کشورت عبور کنند برای این است که می خواهیم فرصتی به آنها بدهیم. ما از این فرصت در دوران جوانیمان برخوردار شدیم پس چرا این جوانان نباید فرصت خودشان را داشته باشند آنها جوان هستند همانطور که ما بودیم چرا به نام انترناسیونالیسم پرولتری به آنها کمک نمیکنی که از کشورت عبور کنند این قضیه منجر به ایجاد یک دستگاه نظامی مخفی ویژه در درون حزب کمونیست بولیوی شد این اقدام حزب کمونیست بولیوی را در معرض خطرات واقعی در روابطش با دیگر احزاب کمونیست آمریکای لاتین قرار میداد کوبایی ها ضمن درخواست از مونخه برای کمک به تدارک عملیات چریکی سالتا در آرژانتین به رهبری خورخ ماستی به زودی کار را از سر گرفتند یکی از دستیاران چه به دیدار مونخه رفت و بدون فوت وقت اعلام کرد این یک درخواست از جانب چه است من اینجا به نمایندگی از طرف او حضور دارم و من از تو میخواهم که به اعزام نفرات به آرژانتین کمک کنی مونخه جواب داد که او به تنهایی قادر نیست چنین تعهدی بدهد و باید ما بقیه اعضای رهبری حزب کمونیست بولیوی و به ویژه خورخ کوله نفر دوم حزب در آن زمان و دبیر کل حزب از از 1968 به بعد را در جریان بگذارد کل موقعی که از درخواست چه مطلع شد مخالفت کرد باز هم که شروع شد اول اونجا حالا یک جای دیگر ما باید به کمونیست های آرژانتینی بگوییم که کوبایی ها دارند در کشورشان مداخله می کنند. مونخه موافقت کرد اما پرسید اگر آنها افرادی را بفرستند ما چه کار باید بکنیم؟ چه گوارا پشت قضیه است و آنها از من خواستند که امور تدارکاتی این عملیات را بر عهده بگیرم این موضوع ارزش یادآوری دارد که حزب کمونیست آرژانتین قویا مخالف خط کاسترو در آمریکای لاتین بود رهبر این حزب ویکتور کودوبیلا مواضع تندی علیه چگوارا و تئوریهایش اتخاذ کرده بود با این وصف این موضوع اهمیت کمی برای فیدل داشت او شخصا درخواست خود را تکرار کرد و موکدا یادآور شد که این عملیات چگوارا است فیدل از مدت پیش از عواست سال 1966 شست و سه تحلیل زیر را درباره بولیوی ارائه کرده بود برای تو یعنی ماریا منخه و برای بولیوی بسیار متاسفم زیرا راه اندازی یک جنگ چریکی در این کشور بسیار دشوار است کشور شما محصوره به خشکی است شما پیشا پیش یک اصلاحات ارزی داشته اید بنابراین سرنوشت شما این است که به جنبش های انقلابی در دیگر کشورها کمک کنید یکی از آخرین کشورهایی که به آزادی دست خواهد یافت بولیوی خواهد بود جنگ چریکی در بولیوی ناممکن است چه نیز در مورد بولیوی نظراتی مشابه فیدل کاسترو داشت که همین امر باعث تعجب ماریو مونخه شده بود چه در مکالمه خود با مونخه در سال 1964 در هاوانا گفته بود من در بولیوی بودم بولیوی را می شناسم به راه انداختن یک نبرد چریکی در بولیوی کار بسیار دشواری است بولیوی پیشا پیش یک اصلاحات ارزی داشته و تصور نمی کنم سرخ پوست ها به نورد مسلحانه ملحق شوند. به همین دلیل تو باید به عملیات چریکی در دیگر کشورها کمک کنی. همانطور که قبلا گفته شد خوسه ماریا مارتینس تامایو یا پاپی در مارس 1966 وارد بولیوی شد. او بلا فاصل شروع کرد به مهیا ساختن تدارکات لازم برای عملیات جدید چگوارا. پاپی برای انجام این کار از همه روابط دوستانه قدیمی خود با بسیاری از کمونیست های بولیویایی استفاده کرد. از جمله این کمونیست ها می توان به اسامی زیر اشاره کرد. برادران پردو اینتی و کوکو خورخه باسکس بیانیا یا الورو، رودولفو سلدانیا لوئیس تلریا موریلو اورلاندو خیمنس یا گامبا و خولی مندس یا الناتو به شک و تردیدهای چه و فیدل بسیاری از شواهد حکایت از این داشت که یک عملیات چریکی موفقیت آمیز در بولیوی امکان پذیر است. در بولیوی دست به نقد گروهی از چریک های جوان وجود داشتند که با کوبایی ها در ارتباط بودند رهبری حزب کمونیست بولیوی نیز پذیرفته بود که هاوانا به رغم برخی تماسهایش با کمونیستهای های بولیویایی طرفدار چین هرگز در امور داخلی حزب دخالت نکرده و در صدد راه اندازی فوکوی چریکی در بولیوی نیست و علاوه بر همه اینها کمونیست های بولیویایی حداقل از حیث ظاهر مستعد نصب بیشتری بودند اما این به معنای آن نبود که ماریو مونخه و خورخه کل دبیر کل و معاون دبیر کل حزب کمونیست بولیوی و دیگر رهبران ارشد حزب که در تضاد با جنبش جوانان حزب بودند از مبارزه مسلحانه حمایت می کنند. اصولا رهبری حزب کمونیست بولیوی دارای چنان اختیار عمل گسترده ای نبود که بتواند به دور از چشم مسکو پیوند نزدیکی با هاوانا برقرار کند. اسناد به دست آمده از آرشیوهای محرمانه اتحاد شوروی سابق نشان می‌دهد که پولیت بوروی حزب کمونیست شوروی در سال 1966 پرداخت 30 هزار دلار به حزب کمونیست بولیوی و پرداخت 20 هزار دلار به جبهه ملی وابسته به این حزب را تصفیب کرده بود. این مبالغ با توجه به ابعاد کوچک حزب کمونیست بولیوی قابل توجه و چشمگیر بود حزب کمونیست بولیوی در چنین شرایطی که بودجهاش از طرف مسکو تعمین میشد نمیتوانست برخلاف نظر حاکمان مسکو عمل کند با این حال ماریو و مونخه و ما بقیه اعضای رهبری حزب کمونیست بولیوی در قیاس با دیگر کمونیست های آمریکای لاتین کراهت کمتری برای کسب قدرت از راه مبارزه مسلحانه داشتند در واقع مونخه در نیمه نخست سال 1966 در کوبا آموزش نظامی و چریکی دیده بود او گروه کوچکی را که در داخل حزبش برای اجرای عملیات محرمانه ایجاد کرده بود در اختیار کوبایی ها گذاشت و همچنین بسیاری از اعضای این گروه از جمله برادران پردو را برای یک دوره چند هفته ای فراگیری آموزش های نظامی و چریکی به کوبا فرستاد. بولیوی گزینه طبیعی مناسبی برای پروژه آرژانتینی چه به نظر می رسید؟ بولیوی دارای پیوندهای تاریخی با کوبا بود و جغرافیای مناسبی از نظر همسایگی با پنج کشور و وجود کوه و دره های بسیار و مناطق دره و برفگیر برای عملیات چریکی داشت. وجود شرایط سیاسی منود به آغاز یک فرایند انقلابی بود که هرگز به مسابه یک موضوع محوری مورد توجه قرار نگرفت. نکته اصلی یافتن پروژه‌ای برای چه و دسترسی داشتن به منابع لازم بود. چه به محض اینکه در پراگ مطمئن شد که عملیات بعدیش در آمریکای جنوبی خواهد بود مذاکره با هاوانا را ادامه داد هدف این مذاکرات مهیا کردن شرایط لازم برای عملیات مذکور بود چه هرچقدر بیشتر اصرار میکرد که به آرژانتین برود یا مستقیما یا به صورت غیر مستقیم بعد از توقفی کوتاه در بولیوی هاوانا در مقابل تلاش بیشتری میکرد تا وی را متقاعد کند که به کوبا بازگردد و تنها زمانی آزم بولیوی شود که همه مقدمات آماده شده باشد چه در گفتگویی که بعدها در 31 دسامبر 1966 با ماریو منخه داشت درباره تنگنا و مخمسه ای که در آن گرفتار شده بود چنین گفت چگوارا گفت تو میدانی که من به شیوه ای صرف رازانه و برازنده کوبا را ترک کردم. فیدل چندین بار اصرار کرد که من به کوبا برگردم. اما من خودم را در آپارتمانی در چکسلواکی زندانی کرده بودم و در تلاش بودم تا راه حلی برای برون رفت از این معزل بیابم. نمی توانستم به کوبا برگردم نمی توانستم دوباره در آنجا آفتابی شوم این گزینه بازگشته به کوبا را به رویم بسته بود ماریو مونخه گفت و چرا راه حل را در آمدن به اینجا یعنی بولیوی دیدی تو در اینجا به دام افتاده ای؟ شاید یکی از بزرگترین بدفهمی ها یا فریب ها در ماجرای بولیویایی چه مخلوط شدن دو چیز در هم بود یکی گذر از بولیوی برای رسیدن به آرژانتین و دیگری ایجاد یک هسته چریکی فوکو در بولیوی بنا به گفته فیدل کاسترو ماریو مونخه به خاطر خیانتی که منجر به مرگ گوارا شد مسئول بود بنا به ادعای فیدل مونخه پذیرفت که از تلاش انقلابی گوارا حمایت کند اما بعدا زیر قول خودش زد با این وجود مونخه مدعی است که او به درخواست کاملا متفاوتی جواب مثبت داده بود فیدل در ماه مه 1966 در هواپیمایی که از سانتیاگو به هاوانا پرواز می کرد به ماریو مونخه گفته بود منخه گوش بده چه می گویم؟ من به خاطر کمکی که تو به ما کرده ای از تو ممنونم تو همیشه هر چیزی را که از تو درخواست کرده این براورد ساخته ای. حالا ما یک دوست مشترک داریم که میخواهد به کشورش برگردد و من شخصا از تو میخواهم که افرادی را انتخاب کنی تا از این مرد حمایت کنند. هیچ کسی نمیتواند به انقلابی بودن این مرد شک کند. او میخواهد به کشورش برگردد و این موضوع هیچ ارتباطی به بولیوی ندارد مونخه بلافاصله موافقت کرد و به درخواست فیدل جواب مثبت داد این بار خواسته فیدل هیچ ارتباطی به پرویی ها یا آرژانتینی ها نداشت بلکه مربوط به یکی از رهبران انقلاب کوبا میشد که قصد داشت کشور زادگاهش آرژانتین برگردد مونخه بی هیچ تردید یا تعملی قول حمایت داد او میدانست که مرد مورد اشاره فیدل کسی نیست جز چگوارا ما بقیه اعضای رهبری حزب کمونیست بولیوی از این قضیه بی اطلاع بودند هرچند که در هر حال نظر مساعدی به درخواست رهبر کوبا نشان دادند خورخه کوله معاون دبیر کل حزب کمونیست بولیوی در آن زمان تأیید می کند که ما تصور کرده ایم این جریان تکرار عملیات خورخه ماستی از تو چه گوارا و یارانش میخواهند یک جنگ چریکی دیگر در آرژانتین به راه بیاندازند هرچند که از این هدف آنها کاملا مطمئن نبودیم اما درگیر مجموعه ای از حوادث شدیم که به ما این احساس خاص را داد که چه اتفاقی دارد رخ میدهد و مقصد قایی این حوادث کجاست نیان کاهواسو منطقه است که به آرژانتین نزدیک است این منطقه بیش از آن که به لاپاز در بولیوی نزدیک باشد به پاراگوه و آرژانتین نزدیک است در این منطقه جمعیت چندانی وجود ندارد که بتواند یک کارزار چریکی را تغذیه کند اینجا یک ایالتی است که مساحتش تقریبا به بزرگی کوبا است حدود 82 هزار کیلومتر مربع و فقط 40 هزار نفر جمعیت دارد ما تصور می کردیم که هدف آنها بر پای یک پایگاه در این منطقه برای فرستادن یک گروه به آرژانتین است. حزب کمونیست بولیوی چهارتن تن از کادرهای خود را که قبلا با کوبایی ها کار کرده بودند در اختیار آنها گذاشت این چهار تن عبارت بودند از روبرتو پردو یا کوکو خورخه با بیانیا یا اللورو رودولفو سالدانیا و خولیو مندس یا الناتو علاوه بر این چهار کمونیست بولیویایی لوئیس تلریا هم در اختیار کوبایی ها گذاشته شد اما نقش وی حاشیه‌ای بود کوکو الورو و سالدانیا تقریبا بلا فاصله آزم هاوانا شدند تا آموزش نظامی بیشتری ببینند. این افراد در ماه جولای 1966 از طریق پراگ به بولیوی بازگشتند. به احتمال قوی این ستن در پراگ با چگوارا ملاقات کرده بودند. آنها بعد از بازگشت به بولیوی گروهی از کمونیست های جوان بولیویایی را گزینش و روانه کوبا کردند تا در این کشور آموزش نظامی ببینند <applause> این تیپر دو برادر کوکونیز این جوانان را در سفرشان به کوبا همراهی کرد عملیات مذکور پیشا پیش از چارچوب اصلیش یعنی بردن گوارا به آرژانتین از طریق خاک بولیوی بسیار فراتر رفته بود حالا هدف عملیات ایجاد یک جنبش چریکی مادر در بولیوی بود ماریو مونخه دبیر کل سابق حزب کمونیست بولیوی حالا معتقد است که فیدل آمدان وی را فریب داده بود با این وصف فرضیه های دیگری هم وجود داشت کاسترو موقعی که با مونخه قرار و مدار میگذاشته احتمالا بر این باور بوده که چگوارا صرفا قصد دارد از طریق بولیوی به کشور زادگاهش برود جدای از این فیدل شاید در آن هنگام هنوز موفق نشده بود چرا راضی به ماندن در بولیوی بکند معلوم نیست که فیدل از ابتدا قصد فریب دادن منخه داشته علاوه بر همه اینها کمونیست های بولیویایی در مواجهه با کوبایی ها هرگز به صورت مستقیم مخالفت خود را با مبارزه مسلحانه بیان نکردند. موقعی که پومبو و توما در اواخر ماه جولای 1966 وارد لاپاس پایتخت بولیوی شده و در نخستین دیدار با اعضای رهبری حزب کمونیست بولیوی شرکت کردند آنها به این اطمینان خاطر دست یافتند که منخه و دیگر اعضای حزب به نبرد مسلحانه پیش رو ملحق خواهند شد منخه در همین دیدار شخصا به نمایندگان چگوارا قول داد که حداقل 20 چریک رزمنده بولیویایی را در اختیار آنها بگذارد موقعی که کوبایی ها پرسیدند اگر چگوارا شخصا به عملیات ملحق شود واکنش رهبری حزب کمونیست بولیوی چه خواهد بود منخه پاسخ داد اگر این اتفاق بیفتد من فارغ از هر مسئله ای در کنار چه خواهم جنگید هیچ کدام از دو طرف کارت های خود را رو نکرده بودند. هر دو طرف غرق در یک بازی دروغ و فریب شده بودند. کوله معاون دبیر کل حزب کمونیست بولیوی بعدها از آن کرد. من از اینکه آنها را فریب دادم کاملا احساس غرور می کنم. من یک روز خودم را طرفدار جنگ چریکی جلوه می دادم و روز دیگر طوری رفتار می کردم که آنها تصور کنند مخالف جنگ چریکیم. به عبارت دیگر من کوبایی ها را گمراه کردم. اگر حرف ویلیام گالوس نویسنده زندگی نامه هنوز چاپ نشده ی گوارا را بپذیریم چه تا اوایل ماه جولای 1966 در پراگ باقی ماند. اما فارغ از درستی یا نادرستی تاریخ مذکور آنچه که قطعی است تصمیم گیری نهایی چه برای بازگشته به کوبا است راول کاسترو در معیت یک هیئت صلح و آشتی در فرودگاه قدیمی رانچو بویرس کوبا از گوارا استقبال کرد چه بلافاصله آزم استراحتگاهی در سان آندرس دو تای گوانابو در دامنه کوهستان کوردیلرا دولاس اورگانوس شد او چند هفتهای در این مکان استراحت کرد تا از شر های جسمی و روحی کنگو خلاص شود چه همچنین در این فاصله درگیر تهیه تدارک برای مأموریت آتیه شد. او امیدوار بود که این بار از اشتباهاتی که باعث شکست مأموریتش در آفریقا شده بود اجتناب کند اما به قول یکی از دوستان قدیمی چه تلاش وسواس گونه چه برای انجام امور به شیوه ای کاملا متفاوت این بار موجب شد تا وی اشتباهات متعدد دیگری را مرتکب شود آن چیزی که وی در بولیوی انجام داد باید در کنگو انجام میداد و برعکس چه در دوران استراحتش در سان آندرس دوتای گوانابو اعضای گروه خود را دست چین کرد او با یاری گرفتن از توما توماسویچ اعضای ستاد مانوئل پینیرو و راول کاسترو نفرات مورد نظر خود را از میان اسامی مندرش در فهرستی که به دقت تهیه شده بود برگزید بسیاری از کسانی که آرزوی شرکت در عملیات بولیوی را داشتند جزو افراد انتخابی نبودند کسانی مثل اولیس استرادا امیلیو آراگونز آلبرتو مورا و هاید سانتا ماریا چه همزمان با تصمیم گیری درباره مکان و زمان آغاز عملیات و کسانی که وی باید عملیات را با آنها آغاز کند شروع به برقراری تماس با انقلابیان بولیویایی کرد. بلافاصله فاصله پرسش های زیادی مطرح شد. آیا عملیات چریکی باید در منطقه آلتوبنی در شمال غربی بولیوی و به ویژه در منطقه نیمه هاره لوسیونگاس متمرکز باشد یا در فلات ریوگرانده؟ در منطقه جنوب غربی در نزدیکی مرکز نفتی کامیری آیا چه باید به حزب کمونیست بولیوی متکی باشد که بنا به گفته فیدل و مانوئل پینیرو ای حالا کاملا خود را وقف نبرد مسلحانه کرده بود یا اینکه بهتر است با مانویست های بولیویایی از جمله گروه تحت رهبری اسکار ساموراک چگوارا در سال 1964 با وی در هاوانا دیدار کرده بود متحد شود آیا او باید سرنوشت خود را با کوبایی ها به ویژه اعضای ستاد پینیرو و راول کاسترو که در نبردهای کنگو را وی را دست تنها گذاشته و بیلیاقتی و مسئولیت گریزی خود را ثابت کرده بودند گره بزند یا باید شبکه خاص خودش را برای انجام امور تدارکاتی، حمایتی، مخابراتی و اطلاعاتی ایجاد کند. چه از ماه جولای تا ماه نوامبر 1966 که عاقبت برای همیشه خاک کوبا را ترک می کرد درگیر پرسش ها و گزینش های فوق بود. اما او جدایی از انتخاب مکان ایجاد فوکو یعنی هسته ی عملیات چریکی هرگز به هیچ نتیجه گیری یا پاسخ روشنی دست نیافت و حتی در مورد مکان برپایی عملیات چریکی نیز تصمیم چه بیشتر ماحصل شرایط موجود بود تا تعمل و کنکاش آگاهانه فرایند گزینش نفرات به زودی تکمیل شد این گروه شامل بسیاری از کادرهایی میشد که چه آنها را از هنگام عملیات هجوم در سیرا مایسترا در سال 1958 می شناخت. تعداد زیادی از این کادرها چه را در عملیات کنگو همراهی کرده و برخی دیگر از آنها جزو همکاران سابق چه در وزارت صنایع کوبا بودند. در ماه سپتامبر 1966 همه این افراد در یک اردوگاه تعلیماتی در استان اکسیدنته ی کوبا جمع شده و سپس به ویلای چگوارا در سان آندرس انتقال یافتند. سپس رنه توماسویچ همه چریک ها را به تراس ویلا برد. آنها در روی تراس با مرد بدون ریش و سبیلی مواجه شدند که میان سال متوسط القامه و تاس بود. این مرد که عینکی هم به چین زده بود به محض روبرو شدن با چریک ها سرشان فریاد زد و آنها را مشتی انخور نالایق نامید که برای جنگ چریکی نامناسبند. چریک ها لحظه به لحظه از شنیدن حرف های این مرد غریبه عصبانی تر می شدند. آقبت خصوص سوارس گایولیا یا الروبی و معاون وزیر سنایه و همرزم قدیمی چه از دوران نبرد سانتا کلارا موفق شد رئیس سابق خود را که گریم سنگینی کرده بود بشناسد. خصوص و بقیه اعضای گروه در حالی که از دیدن چه شاد و خوشحال بودند وی را در آغوش کشیدند. این بیست و چند نفر آکنده از شادی و غرور بودند و از اینکه که می دیدن چگوارا آنها را برای چنین عملیاتی انتخاب کرده به خود می بالیدند. آنها نمیدانستند که به زودی اکثرشان در جنگل های بولیوی کشته خواهند شد. این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.